گفتم خدایا، این همه سختی چرا؟ گفت ان مع العسر یسرا، قطعا به دنبال هر سختی آسانی است. گفتم خدایا، مانده شدیم، خسته شدیم. گفت از درگاه من ناامید نشو. گفتم خدایا، مرا فراموش کردی؟ گفت مرا یاد کن تا یادت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برام یاد خدای بخشنده و مهربان. عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. شما دوستداران برنامه روشنا، خوش آمدید میگم به شما. برنامه امروز تقدیم شما عزیزان میکنیم. هموطنان خوبم در هر جایی که هستین، خدا کنه که جور و صحتمند باشین و بیننده برنامه خودتان. روز پنجشنبه شما بخیر و به سلامت باشه و حتما با شروع برنامه‌ای که انجام دادم مطمئن هستم که شما عزیزان متوجه هستین که ما روز پنجشنبه در رابطه با چه موضوع و چه مبحثی با شما عزیزان گفتگو میکنیم. بله، راهکارهای مواجهه با سختی‌ها و مشکلات، راهکارهای دینی و مواجهه با سختی‌ها و مشکلات. امروز در این رابطه با شما عزیزان صحبت و گفتگو میکنیم و میخواییم که راهکارهای دینی بسیار خوبی را تقدیم شما عزیزان کنیم. میفهمیم که سختی‌ها و مشکلات همراه همه ما و شما عزیزان هست و یک حکمت بزرگی هم در پشت این سختی‌ها و مشکلات نهفته هست. پس با سختی ها و مشکلات ما و شما ایستاده ایم و مقابله میکنیم با توکل بر خدای بزرگ و مهربان. عزیزان همیشه همراه، بازم همراه ما باشین. سلام، نسخه های طلایی امروز را با آرزوی موفقیت تقدیم شما میکنیم. هر کسی بالاخره روزی دچار مشکلات و سختی های میشود. این بخشی از چرخه زندگی است. ما همانطور که نمیتونیم بدون سرما مفهوم گرما را درک کنیم، اگر ناراحتی را تجربه نکنیم معنی خوشحالی و شادی را متوجه نمیشیم. بعضی وقتها مشکلات ما به این خاطر به وجود میآید که کنترل شرایط از دست ما خارج میشه. در بقیه موارد مشکلات ما نتیجه مستقیم تصمیماتی هستند که میگیریم. وقتی ما زندگی انسان را به ذهن میاریم، رنج ها و مشکلات بخش بزرگی از زندگی او را در بر میگیره. همانطور که یک کوهنورد ماهر برای رسیدن به قله کوه مراحل سختی را میگذرانه، یا یک شناگر موج های متعددی را پشت سر میگذاره و به هدف خودش دست پیدا میکنه. انسان ها هم در مواجهه با مشکلات و مصائب هستند. بعضی با فائق آمدن بر مشکلات پیروز میشوند و بعضی در مقابل آنها سر تسلیم فرود میارند. خداوند در سوره مبارکه بقره یک بار در آیه 45 و یک بار هم در آیه 153 بندگان را به صبر و نماز برای پیروزی در مقابل مشکلات دعوت میکنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر حوادث زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید. همانا خداوند با صابران است. در این آیه ها خداوند صبر و نماز را به عنوان داروی مستقیم دردهای زندگی مطرح میکنه و میفرماید که من در کنار صابران هستم. این آیه پس از آیه شکر نعمت ها و عدم کفران نعمت بیان شده. یاد ما باشه کسی که ارادهش در مقابل مواجهه با سختی ها قوی باشه، کل جهان را طبق خواست خودش در میاره. کسی که اراده قوی داشته باشه، سختی ها و گرفتاری ها را به فرصت ها تبدیل میکنه و آنها را پله برای پیشرفت قرار میده. خب، خوش آمدید میگیم به شما عزیزان، شما عزیزانی که همیشه برنامه ریزی کردین و بیننده برنامه روشنا هستین. همه روزها با شما عزیزان ما هستیم، ساعت 10 تا 11. اما یادتان باشه که از روز شنبه زمان برنامه ما تغییر میکنه. از ساعت 12 تا 1 بجه مهمان شما عزیزان هستیم و شما عزیزان هم همراه ما.
اما نمبر واتساپینو براتون هم یال بگویم و بعد از او بپردازیم به صحبت و گفتگوی امروز ما. مثبت 964-780-255-40-13. راهکارهای دینی مواجهه با سختی ها و مشکلات، این موضوع امروز ماست. اما بسیار علاقمند هستم و بسیار خوش میشم شما عزیز بیننده، شما هم برای ما بگوین چه راهکارهایی در ذهنتان میایه، راهکارهایی که بتانیم ما مقابله کنیم با سختی ها و مشکلاتی که در زندگی ما و شما وجود داره. خب پس اگر علاقه من هستین، شما هم میتونین از طریق همین نمبر واتساپی که براتون گفتم برای ما بعضی از راهکارهایی که در ذهنتان میایه برای ما ارسال کنین. اما خانم فتحی در استودیو هستن، سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله همونطور که شما فرمودید، امروز در باره راهکارها و روشهایی که دین بر ما توصیه کرده است که وقتی به مشکل مواجه شدین چیکار بکنین و ما چگونه بتانیم با این مشکلات برخورد بکنیم. بله. پس وظیفه ما انسانها در هنگامی که به یک مشکل و یک سختی در زندگی یا جامعه خود ما هستیم و برخورد میکنیم و این چیزی است که گریز از او نمی باشه. بله. پس ما بهتر است که دنبال راه و روش باشیم که تحمل اون سختی و اون مشکل را بر خود ما و قدر یا لاقل اندک او را آسانش بکنیم. بله. خب دیگه راه فرار نیست. بله. ما با سختی ها و مشکلات همراه هستیم. دلایل این موضوعات را هم گفتیم در برنامه های قبل، گفتیم که چرا ما در سختی ها و مشکلات هستیم و حالا باید چی بکنیم، این مهم است برای ما. بس یکی از مواردی که عرض شد این بود که انسان میتونه در دامن همین مشکلات رشد کنه. بله. حالا اگر این مشکل به وجود آمده است، بله، و ما نمیتونیم که از او فرار هم بکنیم. پس بنابراین میتونیم از اون مشکل، از اون سختی استفاده بهی نداشته باشیم، خوب استفاده بکنیم و تسلیم در برابر این چنین مشکلات نباید شویم. پس بنابراین وقت مراجعه میکنیم به دستورات دینی ما، اولین راه این است که در برابر مشکلات تسلیم نشوید. خب شاید عزیز بگوید که چی باید، یعنی چی باید بکنیم. خب شاید یک وقت اون سختی را ما به وجود نیاوردم. بله. و ما در برنامه های قبل عرض کردیم که بعضی از مشکلات است که به دست ما نیست. در این موارد هم ما باید حرکت کنیم، تحرک داشته باشیم، یا بگویم نه دیگه، همین که اراده الهی بوده. ما تسلیم اراده الهی هستیم. یا ای که مثلا دیگری این مشکل را با وجود آورده و او خودش این مشکل را برطرف بکنه. درسته. قطعا منابع دینی ما این را تأیید نمی کنن. درست. می فرماین که هرچند که مشکل را دیگری با وجود آورده باشد، بله، خداوند در جای جای از قرآن ما را بر تلاش و کوشش در رفع این مشکل تشویق می کنن، توصیه می کنن. خب ما اگر خود ما توانستیم این مشکل را برطرف کنیم که چی بهتر، اگر نتوانستیم، اینجا خداوند متعال در قرآن می فرماید که از دیگری کمک بگیرید. بس می بینیم که مشوره گرفتن، کمک گرفتن توصیه شده است. بله. پس ما توصیه به این نیستیم که تسلیم اون سختی و اون مشکل شویم. بله. حتی راههایی رو بر ما پیشنهاد میکنن که بتونیم مقابله کنیم با اون. بله. آیش خدمت عزیزان بخوانم که خداوند متعال میفرماید که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. یعنی این که کسانی که میگه هرگاه به اونها ستم میرسن، درسته، ظلم میرسن. بله. سختی میرسن. اینها یاری و کمک به طلبن. خب اگر من کوتاهی کردم، گناه کردم، احیانا ضعف از خودم نشان دادم و دچار مشکل شدم. بله. اینجا به این معنا نیست که شما پس ساکت بشینید و هیچ کاری نکنید. باید در صدد جبران اون کوتاهی و اون ضعف باید ما براییم. پس حالا اگر من نتوانستم از این مشکل که بر من با وجود آمده است به خوبی
از عهده او بله بله بر بیایم. حالا تجربه ام کم بود یا بر حال او علمش نداشتم، دانشش نداشتم، کوشش کنه آدم که مشورت کنه. مشورت کنند. از دیگران یاری به طلبت. حالا که از چه کسایی یاری به طلبه باز بام خودش یک مبحث است. بله، مبحث دیگه هست که انشالله باز بعدنها باید روی این مسئله بحث بشه که انسان به چه کسی مشوره کنه و مراجعه بکنه. پس بنابراین ما میفهمیم که در مقابل حتی ظلمی که دیگری انجام داده است، یعنی کوتاه نبیاییم دیگه. پس بنابراین زندگی با سختی هست. اگر من رفت گردم که خوب، وگرنه از دیگری کمک بطلبم. یعنی منظور تو نیست خانم پتی، یعنی ما تو نباشه که در کنج خانه بشینیم بگویم که دیگه یعنی عذاب سر ما آمده، یعنی سختی سر ما آمده، ما رای چاره دیگه نداریم دیگه، یعنی میسته یه رازی این برزای خدا میسوزیم و میسازیم. یعنی این گپ نباید باشه. نباید باشه. پس در زندگی بزرگان ما وقت ما مراجعه میکنیم میبینیم اینها به همین قسم رفتار کردن که تسلیم در برابر ظلم نشدن در برابر سختی که دیگران در اون مقصر بودن هم نشدن، حتی تا پای شهادت رفتن. مثلا ما داریم که در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که کوتاهی شد در حق ایشان، در حق امام علی علیه السلام، میبینیم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میرن و از دیگران کمک میخواین. بله. و اونها رو میگن شما باید بیاین در صحنه و ما باید این مشکلی که در جامعه پیش آمده و خلافت امام علی علیه السلام را زیر سوال بردن شما یاری بکنین. بله. پس میبینیم که از دیگران هم کمک طلبیدن و تسلیم این که ظلم صورت گرفته نشدن. یا امام حسین علیه السلام وقتی دید که یزید فرد نیست که با او بیعت بکند و اسلام به خطر می افتد، ایشان در مقابل ظلم یزید ایستاد. پس در این مقیاس بزرگتر، حالا ما چون بحث ما خانواده محور است و می دانه هر کسی در اندازه خودش ظلم انجام بده. بله. مثلا ما در خانواده می بینیم که خدای نکرده پدر خانواده یا مادر خانواده نسبت به فرزندان کوتاهی میکنن. بله. و یک نوع ظلم میکنن و همین مسئله محبت، تبعیض قائل شدن بین فرزندان یک مسئله بسیار مهم است در خانواده ها که متاسفانه بعضی ها که اصول تربیت درست فرزند پروری را بلد نیستن بین فرزندان فرق میگذارن. بله بله. و این مسئله باعث میشه که متاسفانه بین فرزندان ما اختلاف به وجود بیاد. بله. و این در خانواده مشکل ساز است. چرا که فرزند به لحاظ عاطفی آسیب دیده، درست، به لحاظ روحی و روانی این شخص آسیب دیده است. شخصیتش آسیب دیده، شخصیت این شخص زیر سوال رفته است. بعد ببینیم پیامدهای منفی این مسئله چیست؟ حسادت است بین فرزندان، کینه‌ورزی است بین فرزندان. خب میبینیم یک شخص به عنوان فرد محور خانواده، حالا پدر است یا مادر است، مشکل را در یک خانواده به وجود آورده است. خب در اینجا اگر مادر خانواده متوجه شد یا اصلا کسی خارج از خانواده، خاله مثلا، بله، کاکا، هر کسی پدر که پدر کلان اینها، بله، متوجه شدن، اینجا وظیفه اونها تذکر است. اونها را باید متوجه این اشتباهشان بکنن. به این من نباشه که بگه خب پدر خانواده است، خودش مشکل را به وجود آورده، خودش هم این مشکل را حل بکنه. و مادر خانواده هم تسلیم باشه، بگه خب پدر است و حق داره که بین فرزندان این گونه رفتار، درست، داشته باشه. شاید هم اصلا جرأت نداشته باشه که بگه. بله. خب باید ما اینجا جرأتمند بودن را، گفتیم اصول تربیت فرزند پروری را یاد داشته باشیم که چگونه با طرف مقابل ما صحبت بکنیم که او را متوجه این اشتباهش، این کوتاهیش بکنیم. بله. چرا که زندگی انسان را دچار مشکل میکنه. بله. خب همین یک مثال بسیار ریزه و خرد باعث میشه که در یک خانواده مشکلات و پیش بیاد. بله. و این فرزند وقتی خودش هم کلان بشه
همین نوع رفتار شاید با فرزند خودش داشته باشه. درصد بله. در جامعه، در رفتار با جامعه ای که وارد جامعه شده چقدر دچار مشکل می باشه خب فرزند. این فرد چون سرخورده شده، بله، چون خودش تحقیر شده در جامعه هم که وقت حضور پیدا میکنه، حالا یک مقام به اون میرسه، یک جایگاه به اون میرسه، سعی میکنه که به زیر دستان خودش به همین نوع رفتار بکنه و این یک نوع ظلم است. پس ما متوجه این امر باشیم که اگر ظلم حالا از جانب دیگری هم حتی اگر باشد، بله، در مقابل ظلم دیگری تسلیم نباشیم نشد. و باید استادگی، بله، داشته باشیم. خانم فتی، وقتی ما مثلا همین کلمه ظلم که میگیم به یاد ما میاد که مثلا یک گپ بسیار کلان مثلا میگیم ظلم کرده، ولی الان که مثلا ما خوب بیایم جزئی فکر کنیم میبینیم حتی رفتار ناشایست پدر و مادر و یا تربیت ناصحیح پدر و مادر برای اولاد هم ظلم میشه. بله. پس ظلم تو نیست که مثلا دیگه وقتی ظلم بگیم یک چیز بسیار کلان و یک اتفاق بسیار بزرگ را ما تصور کنیم در ذهن ما. هر چیزی میتونه ظلم باشه، حتی در حد بسیار خرده که در یک خانواده صورت میگیره. پس عرض شد که یعنی ظلم نسبت به افراد، نسبت مثلا شخص چی جایگاهی داره میتونه نسبت به همون موقعیت خودش و زیر دستان خود ظلم بکنه. حالا این شخص میتونه یک فرعون باشد که ادعای خدایی میکرد، یا یک شخص در خانواده باشد، یا در جامعه جایی کار میکنه. پس به نسبت ها فرق میکنه، ظلم است. و حتی نسبت ما به خودم، فردی که گناه میکنه، فردی که خودش باعث میشه زندگی دچار سختی و مشکل بشه، سعادتش به خطر بیفته، در حق خودش ظلم کرده است. پس بنابراین ظلم به خود، حتی ظلم به خود یا ظلم به دیگری. پس حالا اگر مشکل به وجود آمد، سختی از این ناحیه به وجود آمد، پس قطعاً به این معنا نیست که ما تسلیم در برابر ظلم ظالم بشیم. و آیات قرآن ما را رهنمود میکنه که اگر مشکل پیش آمد حتماً برین مراجعه بکنین و کمک به طلبین، به خودتان رفع نکردید، چنان که ما توصیه شدیم که نه به خودتان ظلم کنید نه به دیگران. پس اولین راهکارش همین تسلیم نشدن در مقابل ظلم میباشد. دومین مورد این است که ما متوجه این امر باشیم که خداوند متعال ناظر و شاهد بر اعمال ما هست. بله. و باید توکل به خداوند متعال داشته باشیم. حالا این سختی و مشکلی که در زندگی من به وجود آمده، خود من دخیل در اون نبودم. خب یا هستم یا نیستم دیگه. بله. در این مشکلی که به وجود آمده، دخالت من یا اراده من نقش داشته یا نقش نداشته است. خب به هر حال باید این را مد نظر قرار بدم که خداوند منه میبینه. من هر کاری که انجام میدم خداوند منه میبیند. اگر این نوع نگاه را داشته باشم که خداوند مرا در هر حال میبینه، قطعا تحمل سختی، خستگی، بله، و ماندگی که این سختی بر ما به وجود آورده است انسان به دور خواهد شد و اثرات مثبت در زندگی انسان این نوع دیدگاه خواهد داشت. بله. خداوند انسان را تنها نمیماند، حتی از رگ گردن هم به ما نزدیکتر است. میان برنامه آماده نشر داریم، تقدیم عزیزان کنیم و بعد از ادامه صحبت را داشته باشیم. عزیزان بیننده همچنان همراه ما باشین بعد از یک وقفه. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را میجویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم.
پس ای خدای شنوا، سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم و غم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر برخم نموده ای و زنجیرهای بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفته و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. خب عزیزان بیننده، تشکر از همراهی گرمتان. اما بیاییم یک وعده به خود ما بتیم، یک وعده هایی به خود ما بتیم، بگوییم که اگر تا به امروز تسلیم بودیم در مقابل سختی ها و مشکلات، اگر تا به امروز مقاومت نداشتیم و مقابله نداشتیم نسبت به سختی های خود ما و ناامید بودیم، بیایم از امروز یک عهد به خود ما ببندیم، به خود ما بگوییم که ما دیگه در مقابل سختی ها و مشکلات هیچگاه ناامید نمیشیم، هیچگاه نمیگیم که این سختی ها و مشکلات ما را از پای در آورد، بلکه استادگی میکنیم، مقاومت میکنیم و از درگاه خداوند هم ناامید نمیشیم و در آخری که شکرگزار هم باشیم، چه در سختی ها و چه در خوشی های زندگی، در هر دو حالت شکرگزار خدای بزرگمان باشیم. اما ادامه صحبت ها و گفتگو را میشنویم از خواهر خوم خانم فتی عزیز که در انتظار عزیز هستیم که ببینیم که چه راهکارهای خوبی را برای ما و شما عزیزان بیان میکنن. ما تا اینجا یک راهکار را بیان کردیم که نباید در برابر مشکلات تسلیم شویم. درست. راهکار دوم این بود که خداوند را ناظر و شاهد بر اعمال خود ما بدانیم و در سختی ها و در خوشی ها بر خداوند متعال توکل کنیم. بله. پس اگر این نگاه را داشته باشیم در زندگی خود، زندگی بر ما آسان خواهد شد. بله. و اگر خدای نکرده انسان ناامید شدیم، با این نوع نگاه میتونیم انسان آرمان خواه باشیم. بله. اگر انسان ضعیف شدیم، اگر این نوع نگاه رو پیدا کنیم به انسان قوی تبدیل خواهیم شد. بله. یک گله و شکایت اکثر بنده ها دارن، این خدا ما رو فراموش کرده، ما رو خدا اعلا کرده در حال خود ما، در حالی که او خود بنده است که یاد نمی کنی خدا را. بله. خودت فراموش کردی خدای خودت را. بله. خداوند متعال در سوره علق آیه 14 به همین امر اشاره دارد که علم یعلم به ان الله یرا. در از ما بنده ها سوال می کنند که آیا نمی دانید که خدا آنها را نگاه می کند، یعنی شما را نگاه می کند؟ بله. پس اگر این نوع نگاه و این نوع تفکر در وجود ما باشد که خداوند مرا می بیند، من با عنوان یک بنده سعی و تلاش خودم
برای این مشکلی که به وجود آمدن بله. انجام میدهم و قطعا خداوند ما را کمک و یاری خواهد کرد. در صورت خانم فتحی مثلا خداوند ما را یاری میکنه که ما از او یاری بطلبیم. بله یعنی... ما یاری بطلبیم بعد توکل کنیم. یعنی اگر چیز نگویم مثلا یک بنده باشه که هیچ چیز نگویه، هیچ ارتباط با خداوند نداشته باشه و دعا نکنه، خداوند به او یاری نمیرسانه؟ خداوند ارحم الراحمین است و بندگان خودش قطعا یاری میرساند. یعنی منظور ما این است که اگر مشکل هست ما به اسباب دنیوی خود ما در حد توان خود ما باید بر رفع اون مشکل بپردازیم. خب. بعد در ذهن خود ما عوامل معنوی را در نظر داشته باشیم. اسباب معنوی هم کمک میکنه به انسان. بله بله. شاید انسان یک جایی برسد که مشکل را بگویی که حل نمی شود. اما قدرت خداوند را در نظر داشته باشه که او ما فوق همه قدرت هاست. دقیقاً بله. دست خدا بالای همه دست. بله. و او میتونه مشکل ما را حل بکنه. بله. این باعث میشه که ما در زندگی خود ما آرامش داشته باشیم. آه. اون سختی ها بر ما قابل تحمل بشه. بله بله. خب ما نمونه بارز این را میتونیم در عاشورا داشته باشیم. دیگه از عاشورا جایی را ما سراغ داریم که در اون مصیبت باشد به هنوا و اقسامش. بله. شما بینید امام حسین علیه السلام فرزند شهید میشه. جوان از دست میده، طفل از دست میده. بله. برادر خودشه و یاران خوب خوده و نگران اینم هست که خواهرش و فرزندانش به اسارت میرن. پس میبینیم اوج سختی به لحاظ مثلا دنیوی، تشنگی، همه اینها در صحرای کربلا بوده است. خب چه امر باعث شده که امام حسین برش این همه سختی بلده. قابل تحمل باشد؟ حالا ما در زندگی ما شاید بسیار بسیار به مقیاس کمتر از این دچار مشکلا و مصائب بشیم. بله. خب حالا اگر شدیم در این مشکلات هستیم چه کار کنیم که این مشکلات بر ما قابل تحمل باشد. و آسانتر بتانیم این را ازش عبور بکنیم. درست. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به همین مطلب اشاره دارد که خدا و خداوند متعال می فرماید که هون علیه ما نزل بی انهو به عین الله. می فرماین که در مقابل مثلا شما قرار دارم، مخاطب خداوند متعال قرار می دن. می گه تحمل این سختی رو بر من آسان کرده که تو من رو نگاه می دونی. و خداوند می گه چون بله. شما من رو نگاه می کنی بله. تحمل این سختی ها بر من آسان شده است. پس اگر من به عنوان یک پیرو بله. که اونها الگوی ما هستند در زندگی و آیات قرآن را که مطالعه میکنیم این را در نظر داشته باشیم که عالم هستی در محضر خداوند متعال است. بله. و خداوند ما را رها نکرده است. پس بنابراین اگر مشکلم هست و من به عنوان یک بنده سعی میکنم که اون مشکل را رفع بکنم، حالا از توان من خارج است، پس خداوند متعال مرا میبیند. بله. قطعا مرا کمک خواهد. تنها نمیگذارد. بله. یا مثلا در روایات ما داریم که میفرمایند چنان خداوند را عبادت کن که گویا خداوند تو را میبیند و تو او را میبینی. اینجا شاید مد نظر این باشد که خداوند مرا میبیند، یعنی با همین یا من خداوند رو میبینم، با همین چشم خداوند رو میبینم. خب قطعا به این معنا نیست که مثلا ما خداوند رو با چشم ظاهر ببینیم. بله. و قابل مشاهده نیست. یعنی اینکه حضور قلب داشته باشیم، متوجه این امر باشیم خداوند در همه حال ما را میبینن. حالا چی در لحظه سختی است، چی در لحظه خوشحالی است. بله. و این مسئله باعث میشه که اثرات مثبت در زندگی انسان داشته باشد. در تاریخ نقل است که یک فرد بیدار دل، یعنی فردی که این نوع نگار در زندگی خودش داشته است. درست. خب ما انسان هستیم، امکان دارد کوتاهی بکنیم، خطایی از ما سر بزند و دچار مشکل بشیم. این فرد گناه میکند
بعد از اینکه گناه کرده است توبه می کند، اما همیشه گریان است و از اینکه خداوند او را در اون حال دیده است نگران می باشد. دوستایش بهش میگن که خب مگه شما فرد آگاه نیستید؟ شما مگه نمیدونید خداوند ارحم الراحمین است، غفور است، شما را بخشیده است، پس چرا انقدر ناراحت و نگران هستیم؟ درست. و ما داریم که هر چقدر که ما گناه کردیم توبه بکنیم خداوند ما را میبخشد. صد بار اگر توبه شکستی باز آی. اما این فرد میگه درست است که خداوند ما را بخشیده است. بله. اما این شرمساری، این چیزی که من آگاهی داشتم بهش که خداوند مرا میبیند، درست، و من در شرمنده خدای بزرگ است که او را میبیند، میبیند و در همون حال گناه را انجام دادم. با این نگاهی که من داشتم فعلا در عذاب هستم و وجدانم نارام است. پس اگر ما این نوع نگاه را داشته باشیم، بله، که خداوند ما را میبیند، قطعا تحمل سختی بر ما آسان خواهد شد. و همچنین چقدر انسان از گناه دور میشه وقتی که ایره برای خودش مجسم کنه، بویه که هر آن خدای بزرگ ما را میبینه و ما در محضر خدای بزرگ هستیم، مسلماً گناه از او کمتر میشه. بله. و انسان پس ما نتیجه میگیریم خانم فتی که ما واقعاً از حضور خداوند غافل هستیم. ای که گاهی وقتا ناامید میشیم، گاهی وقتا غرق در سختی و مشکل میشیم، گاهی وقتا دوچار گناه میشیم، غافل میشیم از اینکه خداوند در کنار ماست و از رگ گردن به ما نزدیکتره. بله. اگر ما این را در زندگی داشته باشیم، خب دیگه ناامیدی سراغ ما نخواهد آمد. ضعف و ناتوانی سراغ ما نخواهد آمد. خداوند متعال، خداوند قادر پشت پناه ما هست. پس حالا اگر گناه هم کردیم، خداوند ارحم الراحمین است. بله. کوتاهی کردیم و دچار مشکل شدیم در زندگی، خداوند میبخشد. پس به اسباب که معنوی هستن، یعنی شما مشوره گرفتید، کمک خواستید، مشکلتان حل نشده است یا انشالله حل میشود، این هم در نظر داشته باشید که خداوند شما را میبیند و از اونم کمک بطلبید. و شاعر بسیار زیبا اینجا میفرمایند که گیرم که تو از سر گناه درگذری، یعنی خداوندم از ما اگر بگذرد، خوب، از گناهی کردیم، از کوتاهی کردیم، بله، زان شرم که دیدی که چه کردم چه کنم، یعنی ما رو خداوند در همه حال میبیند. بله. حالا من اگر گناه کردم خداوند من رو دید، از این شرم ساری چه کنم؟ باز هم خداوند ارحمر راحمین است، ستار العیوب است. بله. یعنی هرچی که بگویم به واقعیت کم گفتیم. بله. پس راهکار دوم این است که خداوند همیشه ناظر، بله، و شاهد بر اعمال خود ما ببینیم و توکل کنیم در سختی‌ها و مشکلات بر خداوند متعال. دقیقاً این موضوع بسیار ما را آرامش میده وقتی که احساس کنیم که یک خدای با آن همه عظمت، با آن همه بزرگی در کنار ماست. دیگه ما چه غم باید داشته باشیم؟ کامل باید توکل کنیم به خدای بزرگ و به او پناه بیاریم در همه سختی ها و مشکلات و 100% ایره مطمئن باشیم که وقتی خدای بزرگی که اینقدر عظمت داره، سختی ها و مشکلات در مقابل از او هیچ چیز نیست. و این خودش میتونه بزرگترین آرامش باشه برای ما در هر چقدر که سختی که بزرگ باشه و کلان باشه. بله. دقیقاً. عرض شد دیگه در عصر عاشورا شما نگاه بکنید همه مشکلات بود. بله. اما امام حسین با اینکه خداوند او را میدید، تحمل اون سختی ها برش آسان شده بود. پس برمیگردیم به اینکه خداوند را ناظر بر اعمال و افکار و حتی نیات خود ما بدانیم و قطعاً خداوند ما را کمک خواهد کرد. بله. از راهکارهای دیگر این است که با همین اسباب معنوی مثل دعا کردن، مثل صدقه دادن، مثل اینکه انفاق بکنیم. بله.
به این امور هم توجه داشته باشیم. درست. سختی هایی که احیانا در زندگی ما به وجود آمده است، بله، انشالله برطرف خواهد شد. درست. خب ما هیچ وقت به این معنا نمیگیم که فقط انسان اگر مشکل برش به وجود آمد یا اگر قرار است مشکل به وجود بیاید با صدقه یا با دعا اینا رفع بکنه. در اون وقت نماز بخونیم، در اون وقت فقط دعا کنیم، فقط در وقتی که سختی و مشکلات بر ما رجوع کردن. ما همیشه میگیم که در زندگی متوجه این امر باشید که اسباب مادی رو در نظر داشته باشیم. مثلا ما هیچ وقت در زندگی نباید بی احتیاطی بکنیم. درست است؟ درست. هیچ وقت کار نکنیم که سلامت جسمی یا سلامت روحی ما به خطر بیفته. ما نمیگیم که خود ما به سراغ مشکلات بریم و استقبال بکنیم. ما علاوه بر این که اسباب مادی را در نظر میگیریم، احتیاط‌های خود ما را انجام میدیم، سعی میکنیم که مشکل به لحاظ جسمی یا روحی بر ما پیش نیاید. اما از اون طرف به اسباب معنوی هم باید توجه داشته باشیم. حالا اسباب معنوی چه چیزایی میتونه باشه؟ میتونه همین صدقه باشد، میتونه صله رحم باشد، میتونه دعا باشد. مثلا همین گناه نکردن خودش یکی از اسباب معنوی است که انسان باید ترک گناه داشته باشد که خدای نکرده در زندگی او مشکل پیش نیاید. یعنی خانم فتحی عزیز، یعنی ما وقتی که در مسیر زندگی ما دچار یک سری سختی ها و مشکلات هستیم، اگر صدقه ای بندازیم یا ای که مثلا کمک داشته باشیم، نوع همدردی، حالا چه علاز مادی چه علاز معنوی، مثلا کمک داشته باشیم و هم نوع خود ما که نیاز به کمک هست، او باعث میشه که او سختی و مشکلات از سر ما رفع شود. درست است؟ بله. در روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشان میفرماید انفاق در راه خدا و صله رحم خانه ها را آباد و عمرها را طولانی میکنه. پس همین رفت آمد هایی که با هم داریم، بله، باعث میشه که عمر ما طولانی بشه. خانه ها را آباد میکنه یعنی چی؟ یعنی در اون خانه مشکل نیست، در اون خانه آرامش است، در اون خانه خوشحالی، سعادت است. درست. پس میبینیم که با همین چیزهای بسیار ساده، بله، حالا شاید ما نگوییم که صدقه دادن اگر در توان شخص بود که یک مال را یک پیسه را صدقه بده که چی بهتر، حالا شاید در توان شخص نباشه، بله، یک کمک برای دیگری، کمک فکری. درست. یک شخص از ما کمک میخواد، مالی هم نیست، بله، شاید انسان در اون جایگاهی باشه که بتونه او را کمک بکنه. درست. با یک مشاوره درست، بله، با یک همدردی درست، بله، حتی با یک لبخند. بسیار وقتا است مثلا یک نفر قدر غرق سختی مشکل است، قدر جگرخون است، ولی وقتی خودت مثلا یک همدردی میکنی امروز، یک لبخند بر از اون میزنی، او دلش تغییر میکنه، فکرش تغییر میکنه، خودم یا میتونه حتی یک نوع صدقه باشه. بله. پس منظور این نیست که حتما یک مال باشه. بله. شاید شخص بگه ما مال ما کجا بود که مثلا صدقه بدیم یا انفاق بکنیم. بله بله. انفاق دایره وسیع داره. حالا یک مستاقش مال است. بله. اگر کس واقعا داشته باشد صدقه بده، خوب است که ما این توصیه شدیم که هر روز اگر میتونین مقداری از پولتان رو کنار بگذارین به عنوان صدقه. باز گفتن صدقه رفع بلاست. بله. خب بلا باز یکم اگه سختی و مشکلات های دیگه یا که میتونن هم پوشانی داشته باشن هم دیگره. هر سختی که در زندگی یک سختی ما داره دیگه. بله. به وجود میاد. مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید نیکوکاری کنید، انفاق پنهانی کنید. بعد دلیلش فرمودن که عمر طولانی میکنه و 70 مرگ و میره بد را از انسان دور میکنه. درست. خب حالا اینا کلش خودش همون سختی و مصائب است دیگه. سختی و مصائب و بلاست دیگه. مثلا انسان متاسفانه امروز هم میبینیم که مرگ میرها یعنی در اون وقت خودش نیست. درست. بسیار جوان مرگی آمده است. بله. این مسائل خب سختی ها و مشکلات در زندگی ما به وجود میرن. خب با همین چیزهایی که توصیه شده با صدقه دادن، با انفاق کردن، با صله رحم کردن، دعا کردن، میتونیم که از اینها جلوگیری کنیم. درست. عرض شد که توجه به این داشته باشیم که ما مسائل ما دیره
اسباب مادی رو در نظر داشته باشیم، یعنی خود ما کار نکنیم که مشکل در زندگی به وجود بیاید. از این طرف این عوامل معنوی هم در نظر داشته باشیم. یعنی شخص نمیشه که بگه من صدقه انداختم دیگه میتونم که خودم در هر خطر بندازم و مر صدقه ایمن میکنم. قطعاً به این معنا نیست. پس لذا ما این مسئله را در زندگی داشته باشیم که همونطوری که عوامل مادی دخیل است در مشکلات و رفع مشکل، عوامل معنوی هم به همین گونه می باشد. بسیار عالی، تشکر میکنیم، زنده باشین. بسیار عالی، امیدوار هستیم که همه بیننده های عزیز ما که تا این لحظه بیننده بودن از همه امروز تصمیمات بگیرن و در تمام سختی ها و مشکلات با توکل به خداوند و استحکام و مقاومت همه اونها را از زندگی خودشان دور کنن. بسیار تشکر میکنیم از حضور خانم فتی عزیزم، خدافظی میکنیم و از حضور گرم شما عزیزان هم که تا این لحظه همراه ما بودین، از حضور شما هم خدافظی میکنیم. امیدوار هستیم که بهترین ها نصیب یک یک شما هموطنان خوبم و همه بیننده های عزیزمان باشه. خدا نگهدار. صلاة الله سلام الله عليك يا